شنوندگان عزیز و محترم، به برنامه دانش، بینش و آزادی خوش آمدین. بنده حبیب ریاضتی در خدمت شما هستم و همانطور که مستحضرید، هدف از این برنامه ها آن است که یک فضای سالم، سرشار از محبت، شفقت و همراه خردگرایی و خردپروری ایجاد بکند که ما همگی بتوانیم مسائل رو دقیق‌تر بشکافیم و به حقایقی که در عالم موجود هست نزدیک‌تر بشویم. هدف اساسی این برنامه ها آن نیست که نظریاتی رو بر کسی تحمیل بکند و یا خدای نکرده گروهی رو بر گروه دیگر برتر بداند، بلکه ما به آزادی بیان و آزادی افکار معتقدیم و از همه مهمتر فکر می‌کنیم که وقتی مردم با هم مشورت کنند، حتی اگر اختلاف عقیده داشته باشند، دلیل بر آن نیست که با هم دیگر به جدال بپردازند. این برنامه‌ها توسط بنیاد غیرانتفاعی Human in the Making Foundation یا به صورت ساده بنیاد انسان به شما تقدیم می شود و تمام مخارج این برنامه ها توسط شما بینندگان و شنوندگانی که فکر می کنید این برنامه ها مفید هست تأمین می شود. لذا به هیچ گونه حزب سیاسی و یا مذهبی تعلقی ندارد. نکته بعدی آن است که طریقه اجرایی این برنامه ها محاوره است. محاوره بدین معنی است که ما اینجا نطق و خطابه نداریم و شما بینندگان میبینید چگونه میشود مسائل رو از دیدگاه های مختلف بررسی کرد و به کمک همدیگه ما به یه نتایجی برسیم. اما یک خبر خوشی که دارم برای اون دسته از عزیزانی که بارها به بنده نوشتن و درخواست کردن که چرا این برنامه ها به زبان انگلیسی اجرا نمیشه، بنده بعد از مشورت با خیلی از دوستان و همکارانم، از جمله دوست عزیزم که امروز مهمان ما هستند، دکتر سهیلا حسینی، به این نتیجه رسیدیم که الان زمانی است که این کار رو بکنیم و من وعده‌ای که به شما میدهم آن است که از ماه اپریل، یعنی یک ماه اندی دیگر، این برنامه ها رو شروع بکنیم و طریقه اجرایی آن است که یک هفته برنامه به فارسی، یک هفته به انگلیسی است، ولی موضوعها شاید مثل هم نباشه و امیدوارم که این برنامه ها بتونه جوانان عزیز رو بلخص به خودش جلب و جذب بکنه. اما مهمان عزیز امروز من، ایشان رو که من الان در حدود چندین سال هست که افتخار آشنایی با ایشان رو دارم، کسی هستن که از دیدگاه علمی و همچنین از دیدگاه انسانی روحانی، روحانی و انسانی فرق میکنه با جنبه مذهبی. من میخواهم این رو یادآور بکنم و به این که هر سه اینها، یعنی علمی، روحانی، انسانی، تابع یک اصلن و آن این است که به حقیقت ما رو نزدیک بکنن. خانم دکتر حسینی علاوه بر آنکه محققن و در رشته روانشناسی تخصص دارن و اخیراً هم یک مجمعی رو ایجاد کردن که همکاران به طلبن در خدمت نوع انسان، تخصص عظیم و شأنشان در این است که اگر ما مغز رو بفهمیم و تعاملات مغزی رو بشناسیم، اون موقع شاید بتوانیم زندگی خودمون رو بهتر تنظیم کنیم، یا به عبارت دیگر اگر
این برینمون رو عوض بکنیم، که حالا سوال اول بنده این هست که اصلا چگونه عوضش کنیم، ما می توانیم زندگیمون رو عوض کنیم. موضوع هفته ما این است. خیلی خیلی خوش اومدین خانم دکتر حسینی. مرسی دکتر یزدتی عزیز، مرسی، خیلی ممنون که منو دعوت کردین. سلام می کنم خدمت بینندگان عزیز شما و خیلی خوشحال هستم که اینجا هستم. قربان شما. سویل خانم، یک تئوری که شما میدی خیلی تئوری قشنگیه، ولی من میدونم یه عده اینجا نشستم یا آخه برین من کجاست دیگه، چی کارش میتونم بکنم؟ میخواین یه مقدار در مورد خود سوژه حرف بزنیم؟ حتما. اگر برین رو عوض بکنیم، و هیچی هم ناراحت نباش اگر انگلیسی ما بایستی استفاده کنیم لغات. چرا؟ چون خیلی از این واژه ها اصلش انگلیسیه. واقعا بله. اینه که شما احساس راحتی کن. برین فرقش با مایند، مغز با عقل چیه و چگونه من اینو تغییر میدم ولی اونو نمیتونم تغییر بدم، با هم دیگه تغییر میکنه. یه ذره شروع کن که من سوالامو آماده کنم. حتما. یکی از مسائل مهمی که فکر کنم ما بیشتر روانشناسا باهاش درگیر هستیم، تفاوت بین مغز و مایند و ضمیر و ذهن ما هستش، که بیشتر روانشناسا اگه ازشون سوال بکنین که تفاوت مغز و مایند چی هست، بیشترشون واقعا دفینیشن و تعریف خاصی از این موضوع نداشتن و ندارن بعضیشون. یعنی مغز و عقل رو نمیتونن تفکیک کنن. من مایند و بیشتر ضمیر فکر کنم، ضمیر فکر کنم لغت بهتریه براش. حالا شما عقل پنهانه. بله. و یه دفینیشن و تعریفی که دکتر دانیل سیگل راجع به مایند میکنن که برای من خیلی جالب بود وقتی کتاب مایند ساید رو خوندم، تعریفی که میکنن این که برین رو یا مغز رو یه ماشینی حساب کنیم، یه کامپیوتری حساب کنیم، اون فیزیکال کامپیوتر رو حساب میکنیم و انفورمیشنی که داخل این کامپیوتر هست میشه مایند. پس مغز ما یه کمکی میکنه به انفورمیشنی که ما اطلاعاتی که ما از اطرافمون میگیریم که اینو پروسس کنه، اونو بهش میگن مایند، و مغز که میشه خود اون کامپیوتر. خب ضمیر ما خیلی سخت‌تره که بهش دسترسی داشته باشیم، بدونیم چی هست، تغییرش بدیم، که به هر حال سابکانشس و اینا هم جزو اون میشه. ولی برین استادیای جدید نشون میده که یکی از ارگن ها و یکی از اعضای بدن هست که تغییر و چینج کردنش خیلی راحت تر هست. حالا وقتی ما میگیم چینج و تغییر، این نیست که شما مغزتون رو از توی سرتون بردارین یه کار دراستیکی بخواین انجام بدین. تغییرات مغز بیشتر توی اون کانکشنای مغز هست و اتفاقی که میتونه بیفته این که کانکشنای مغز تغییر بکنه. حالا اگر که اجازه بدین من یه توضیح راجع به آناتومی مغز بدم. بله. برای دوستانی که شاید بخوان یه مقداری آشنا بشن با من. اگر من این آوردم، نمیدونم که دیده میشه توی دیده میشه. ببریم بالا که بالاتر ببرم. اوکی. اگر این مغز انسان رو اگر که در نظر بگیرین، چند تا قسمت‌های مختلف داره. یکی از مهمترین قسمت‌های مغز پریفرانتال کورتکس هستش، که این قسمتی از مغز هستش که ما باهاش فکر می‌کنیم، ما رو انسان میکنه و مهمترین قسمت مغز انسانی هست. اگر در طول تاریخ تکامل فکرشو بکنیم، مغز از پایین به بالا رشد پیدا کرده. خودکارتون رو بارو کنم. بله. مغز اینجوری رشد کرده در طول سالیان سال، میلیون ها سال. دقیقاً بین مغز از پایین به بالا رشد کرده، که این قسمت جلوی مغز یکی از جدیدترین قسمت‌های مغزه که در مدت تکامل و اِوولوشن به وجود اومده. قسمت پایین مغز که ما بهش میگیم
primitive brain or reptilian brain یکی از قسمت‌های مغز هست که واقعا یکی از قدیمی‌ترین قسمت‌های مغز هست. پرمتیو هم معنی همین هست. دقیقا. اولیه و نه تنها اولیه، بعدی بیشتر انستینکت، غریزه های ما اینجا اتفاق میفته. قسمتی از مغز هست که اینو من اگر که جداش بکنم، داخل مغز اگر که نگاه بکنین، این قسمت مغز رو ما بهش میگیم لیمبیک سیستم. لیمبیک سیستم اون قسمتی از مغز هست که احساسات و عواطف ما رو پروسس میکنه. این قسمت بیرونی مغز رو بهش میگیم کورتکس، یعنی این قسمتی که شما میبینین این فیجرا و این صورتی هست بهش میگن کورتکس، سریبرال کورتکس. این قسمت مغز رو بهش بیشتر وایت ماتر بهش میگن و اینو این قسمت گری ماتر هم بهش میگن به خاطر کانسنتریشن اون سلولای مغز. این بیسیکلی این قسمت‌های مهمی از مغز هست که ما واقعا باید راجبش یه مقدار بیشتر بدونیم که رفتار ما رو دیکتیت می‌کنه، رفتار ما رو باعث میشه کنترل می‌کنه. مرسی. یکی از چیزایی که من همیشه با کلاینتام کار میکنم اینه که بیشتر ما وقتی که می‌خوایم رفتاری رو انجام بدیم یا کاری رو انجام بدیم، احساسی رو داریم، مثلا عصبانی میشیم، انگر داریم، بیشتر ما این احساس رو اینجا پروسس میکنیم و این قسمت پایین مغز که همون فایت اند فلایت ریسپانسز هستش، بجنگ یا فرار کن، بجنگ یا فرار کن یا فریز شو یا همونجا بمون، بیشتر ما از این ایموشن رو اینجا احساس میکنیم و رفتار رو اینجا انجام میدیم. سو یه پروسس خیلی توی نوروساینس به این میگین داونستیرز برین، قسمت پایینی برین، و اینو بهش میگیم آپستیرز برین. بیشتر ما با داونستیرز برینمون رفتارمون انجام میشه، یعنی تحتانی و فوقانی. دقیقاً. سو یه احساسی داریم، رفتار انجام میدیم، مثلا یکی ما رو عصبانی میکنه، تو گوشی بهش میزنیم، یعنی خیلی پروسس نمی کنیم اون ایموشنو. هدف تراپی و هدف تغییر برین این هست که ما بتونیم اموشنایی که اینجا اتفاق میفته رو بفرستیم به این پریفرانتال کورتکس، این مغز بالایی ما، آپسترز برین ما، که بتونه این پروسس بکنه و انفورمیشن رو بفرسته دوباره به لیمبیک سیستم و لیمبیک سیستم دستور بده که ما چه کار بکنیم، تغییر و تحول بدیم. دقیقا. تو نوروساینس به این میگیم responding instead of reacting. سو میخوایم مغز رو از اون حالت ریاکشن در بیاریم و به حالت ریسپاندینگ در بیاریم. سو اینجا لیمبیک سیستم موشن رو پروسس میکنه، میفرستیمش به قسمت بالایی برین و بعدش به مغز به ما میگه که چه اتفاقی یا چه کاری، چه اکسل عملی رو بعد انجام بدیم. این خیلی به زبون ساده ولی خیلی قشنگ شما در حقیقت چیزی که در روانشناسی افراد میان توی آفیس‌های ما میشینن، مخصوصا کسانی که عصبانی مساجن، بله، کسانی که فوراً عکس العمل نشون میدن، اینها رو شما در حقیقت میفرمایین که تعاملات تمرکزی بین طبقه پایین یا طبقه بالاست، که البته سهیل خانم این تقسیم بندی ها رو ما برای اینکه بهتر بفهمیم میکنیم، بله، و الا این یه سیستم هماهنگ منسجمه. دقیقا. درست میفهمم؟ البته. و یه برین و یه مغز سالم مغزی هست که ما بهش میگیم integrated brain، بله، یعنی که این سیستم مغز بالا و مغز پایین با همدیگه دارن کار میکنن، اینتگرال و هماهنگ و منسجم هست، منسجم هستن و با هم کمیونیکیت میکنن، با همدیگه صحبت میکنن. کسی که دیپرشن داره و انگزایتی داره، ADD داره، این مغز جلویی با مغز با قسمت‌های دیگه مغز، با لیمبیک سیستم، با پریمیتیو برین کمیونیکیت نمی‌کنه به اندازه به اون جوری که ما می‌خوایم و مغز دیس انتگریتد هست، یعنی بله، اینا این قسمت‌ها با هم دیگه کمیونیکیت به خوبی، یعنی اگرچه اینها اجزا وجود داره، بله، ولی هماهنگی نداره یا کوهیسیونس نداره. دقیقاً. درست فهمیدم من؟ کوهیسیونس کلمه کاملا درست
درستیه برای این؟ من دارم پروسس. یاد میگیرم از شما فقط. این خیلی جالب شد. سوال اول من برای این که دوستان بتونن با این مسئله پیش برن، من مثلا همین ویکند هفته که گذشت یه مقدار سرم خورده جایی و هنوزم که هنوزه یه مقدار احساس دیزینس میکنم. آیا این نشون میده که تعاملات بین سلولهای مغزی من تأثیر گرفته و آیا این در احساسات من تأثیر میذاره، در نوع حرف زدنم، فکر کردنم؟ ممکن هست، ممکنه. حالا اتفاقی که برای شما افتاده probably brain trauma یا concussion نیستش، ولی یکی از چیزایی که ما خیلی برای من مخصوصا با مادر پدرها که کار میکنم همیشه بهشون میگم که باید ما باید brain رو protect کنیم. اینو ما نمیدونستیم 30 سال قبل، 40 سال قبل همچین understanding و همچین اطلاعاتی راجع به مغز نداشتیم. شما وقتی که مثلا سرتون به یه جایی میخوره یا یه آسیبی به سر میخوره، اگر مغز رو در نظر بگیرین، مغز توی یه حالت کاسه‌ای هست که سکال دیگه، اون سکال سر بهش میگن سکال، و سکال ما has bony ridges، یعنی bony ridges یه قسمت‌های شارپ داره که شما این مغز فرض کنین این خیلی تیزه، تیزه دقیقاً. این تو این مغزه و سکال ما که اینو داره پروتکت میکنه یه قسمت‌های خیلی تیزی داره، ولی مغز با یه فلویدی که توش هست، یه مایعی که توش هست پروتکت میشه، یعنی یه مقداری محفوظش میکنه، نگهش میداره از آسیبای مختلف. ولی وقتی که آسیب شدید، مثلا شما سرتون رو محکم یه جا بزنین، یا کسایی که فوتبال آمریکایی بازی میکنن، مغز نمیتونه، اون فلوید نمیتونه مغز رو تا اون حد نگهداری کنه از آسیب. و هر وقت که شما سرتون به یه جایی میخوره، این مغز که یه حالت ژلی داره، یه مثل سافت باتر هست، به این قسمت سکال اینجوری محکم میخوره و قسمت‌هایی از مغز بروز میشه. بله. و این بروز شدن مغز و این خون مردگی توی مغز باعث میشه که این کانکشن‌های مغز با همدیگه کمیونیکیت نکنن، ارتباط نداشته باشه. دقیقاً این اتفاقی که توی کانکشن میفته و ما اینو توی کسایی که فوتبال آمریکایی بازی میکنن خیلی میبینیم. پس همینه که کانسنتریشن از دست میره. دقیقاً کانسنتریشن از دست میره. بستگی داره کدوم قسمت مغز. مثلا اگه پشت مغز باشه خیلیاشون میبینیم که ویژنشون پرابلم ایجاد میشه، اگر بغلای مغز باشه مموری تاثیر میذاره. و هر وقتی که قسمتی از مغز بروز میشه، این کانکشن ها از بین میره. و اگه شما مغز و سلولای مغز رو نگاه بکنین، سلولای مغز بر تمام بدن ما، سلولا به همدیگه اینجوری چسبیدن، یعنی کنار هم هستن. تنها ارگانی توی بادی ما که این سلولا به همدیگه نچسبیدن مغزه، بهش میگیم نوران. وسط این سلول ها یه فضایی هست که شما فرض کنید این دوتا سلول مغز هستن، یه فضایی هست بین این دوتا سلول مغز که بهش میگیم سینپس. بله. فکر میکنم به فارسی هم همیشه سینپس. بله. که نورون ها و نورو ترانسمیتر ها مثل دوپامین، مثل سروتونین، مثل نوروپنفرین که باعث مسئول مود ما هستن. واسه همین هم اینا تجویز میشن. دقیقاً. که اینا تجویز میشن. اینا توی اون فضای خالی بین سلول ها رفت آمد میکنن. پس ما وقتی که این دوتا سلول با هم دیگه رفت آمد نمی کنه، ما دیگه اون کانکشن رو با هم دیگه نداریم. و اگه این قسمت مغز شما مسئول مموری بود، دیگه شما اون قسمت مموری کنسالیدیت نمیشه. که ما اینو توی تراما خیلی میبینیم، کسایی که تراما دارن مشکل مموری دارن، یا مموریشون خوب کنسالیدیت نمیشه و باعث فلشبک و خوابای بد و اینا میشه. خیلی شما رفتی بالاتر از حد دانشگاهی ما رفتی صحبت کردی. اختلالات روانی، شخصیتی که ما بهش میگیم منتال دیسوردرز. منتال در اینجا طریقت فکریه یا
یه طریقتیه که استراکچر مغزیه. چرا بهش میگیم mental disorders؟ جواب این سوالتون یه مقداری سخته، به خاطر اینکه ما وقتی به یه نفر میگیم منتال، توی یه قسمتای توی این صحبت‌های معمولی روزانه آدمای که مثلا روانشناس نیست، منتال یه دراگتوری ترم، یه بله عرفیه، عرفی هستش و میتونه یه مقداری هم باعث مثلا سوء تفاهم بشه. ولی واقعا وقتی ما منتال راجع به منتال صحبت می‌کنیم، اون مایند رو داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم. بله. که از اون مایند و از اون ضمیر و از اون سابکانشس و از اون داریم صحبت. ولی واقعا اگه به مغز نگاه بکنیم، مغز ما، چیزی که ما هستیم پروسس مغزه و اون مایند که انفورمیشن رو میفرسته تو این مغز که پروسس بشه، و اگر یک جایی از مغز درست کار نکنه خیلی تاثیر میذاره روی شخصیت شما. اگر یادتون باشه تو کتابای روانشناسی یه کیس استادی ما داشتیم که HM اگه یادتون باشه که درست. مغزش آسیب میبینه و شخصیتش کلا تغییر میکنه. آیا میشه این خیلی قشنگ شد الان، چون الان تازه من میفهمم منتال دیسوردرام چی هست. میتونیم بگیم که این یه ماشینه بر حسب تجربیات مختلفی که ما داریم، هم اون مغزه ماشینه شیپ دیگه ای رو به خودش میتونه بگیره. بله. و یعنی این که مثل چیکنن اگه. بله بله. اینه درست میتونم بگم. درست ولی آیا این ماشینه بدون اون ضمیره یه چیز منسجم مرده اینی؟ ببینید تجربه های ما شما اگه برین یه بچه 2 ساله رو در نظر بگیرین، 80% حجم یه مغز یه آدم کامل و ادالت و یه بچه 2 ساله مغزش واقعا 80% اون حجم هستش. درسته. ولی در طول زمان، چون وقتی که ما به دنیا میایم تمام اون حجم مغز به ما داده شده و در 5 سال اول به اون حد کاملش میرسه و بعد از اون شروع میکنه بهش که به پروسس پرونینگ بهش میگن، که مغز تصمیم میگیره کجای کدوم قسمت ها براش مناسبه، کدوم قسمت ها رو باید نگه داره. برای همین تجربه بسیار بسیار مهم هست توی فورمیشن و رشد مغز، یعنی تشکیلش، ترکیبش و نموش تاثیر میذاره. دقیقا. بچه‌ای که توی در یه انوایرمنتی بزرگ میشه که نورچرینگ نیست، مادر پدر توجه بهش نمی کنن، غذای کافی نمی خوره، که اینو ما توی اورفنجای رومانیا دیدیم چندین سال پیش، این بچه ها مغزشون کاملا شکلش تفاوت داره با یه بچه که توی یه خونه بزرگ شده که خانواده بهش اهمیت میدن، بازی میکنه. ببینیم وقتی که مثلا مغز بچه داره رنگ یاد میگیره، این اکسپریانسی که داره بچه در دنیای خارجش میکنه به این میگه که اوکی، من این قسمت از مغز رو احتیاج دارم. بعد این تجربه باعث میشه که اون قسمت مغز، اون سنپس ها با هم دیگه قوی شه و کانکشن ها با هم دیگه قوی شه، که بهش میگیم what fires together wires together، یعنی چیزی که با هم دیگه داره فایر میشه، با هم دیگه کانکت میشه، قوی هم میشه، اینطوری میمونه و یه هیئت جدیدی. دقیقاً. یه فرمیشن جدیدی پیدا میکنه. پس آیا شما این اینشتین رو میشناسین؟ بله بله. شما اینا خیلی موقع فکر کردن که اینشتین که اینقدر نابغه بوده حتما برینش بزرگتر بود یه چیزو بود. و بعد دیدن که نه بابا همچین خبری هم نیست. دقیقا. پس آیا ما میتونیم بگیم که این ماشینری نیست که در حقیقت عامل اصلی تمام اکتشافات، بلکه وسیله به ظهور آوردن این حقایق غیر مادیه؟ آیا
غیر مادیه یا واقعا وقتی شما میگی عقل ببینی حالا این کتاب رو شما آوردین من آوردم شما آوردین این کتاب خیلی کتاب خوبی هست کتاب خوبی دوست داره اینا ببینن The Seat of the Soul این بله. یک کتاب خیلی خوبیه اون کتابی هم که شما بهش اشاره کردی یاد رفت بیاری که چی بود اون Change Your Brain, Change Your Life با دکتر ایمن دانیل ایمن کاملا صحیح این دوتا کتاب این داره سول دیگه چیه آیا واقعا فرقی هست بین جسم فکر و روح شما معتقد این ستا یکیه یا اینا سوال سخت میکنین دکتر نه بابا من به خدا من اصلا نمیدونم سخت چیه سوال های سخت میکنین ولی چیزی که گری زوکاف میگه من میدونین سعی میکنم تو قسمت ساینتفیک بله مسائل بمونم ولی واقعا گری زوکاف یه کانورسیشنی که راجع به سول میکنه به نظر من he gets to the point یعنی میره واقعا اون جایی رو دست میذاره که حتی ماهایی که روی بیشتر روی ساینتیفیک هستیم برامون make sense میکنه برامون معنی دار میشه چیزی که گری زوکاف میگه میگه سول و پرسنالیتی دو تا چیز مختلفن سول به فارسی چجوری ترجمه روح میتونی روح. بگیم دقیقاً میگه سول و پرسنالیتی دو تا چیز مختلفن پرسنالیتی ما اون چیزی است که شخصیت ما با روح ما بله متفاوت هستش بله مثلا ببین من ببخش من رو وقتی شما میگیم متفاوت یعنی این اینجاست این اینجاست بنابراین یه اسپیس اند تایم اینا رو جدا من واقعا اینا اصلا جدا شخصیت میتونی شما شخصیت رو به من بگی چیه روح چیه یا یکی نتیجه اونه حالا در راجب خودم پرسنالیتی بخوام صحبت بکنم شخصیت اون چیزیه که شما دارین از من میبینین اون چیزیه که من دارم به شما ولی اینا واقعا انترتواینن با همین یه چیز جدا با هم نیستن اینا همون کوهیژن و همون انتگریشنی که ما صحبت کردیم واقعا راجب سول و پرسنالیتی هم یکی میشن حالا این میره صحبتی که الان من میکنم خیلی زیاد ساینتیفیک نیست براش دیتایی ندارم ولی بر اساس دقیقاً شخصیت و پرسنالیتی من اون چیزی که شما میبینین و روح اون چیزی که واقعا مایه عامل اصلی ایجاد این چه ببینش پرسنالیتی شما واردی استاد من شما پرسونا آها دقیقا درسته دقیقا شما میای شما البته هستی من خودم مثال بزن خیلی انسان خوبی به نظر میام ولی پر از خشم در وجودم پرسونا دو نوعه یه چیزی هست که continuously این تریتز ادامه داره بله بله بنابراین میشه پرسونالیتی شما بله بله چون اگر پرویسیف دقیقا پرویسیف باید باشه این پترن درسته یعنی در حقیقت یه چیزی که در مکانهای مختلف من اینو نشون میدم شواب میکنه درست دقیقاً درست اونی که شما میگی میتونه پرسپشن من باشه از شما اگه من خودم یه آدم شکاکی هستم فکر میکنم شما هم شکاکی اونجاست که جناب فروید میاد وسط بله 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 ولی از این حرفا که بگذاریم من اگه بخوام یه اشکالی دارم مثلا انگر منیجمنت دارم یا به قول شما من ریاکتیوم به جای این که بسنجم جوانب رو در نظر بگیرم در ابتدای هر کاری آخرش رو ملاحظه کنم من فوراً مثل یه ماشین فوراً دکمه رو که میزنی اینم یه ریسپانس آیا این تریگر ها به قول شما یا هات باتن ها این به خاطر سول مایند برینه چون نمیتونه برین باشه که کدومشه به نظر شما به نظر من
اتفاقی که میفته و تریگر ها این قسمت هایی از ما که تریگر ما هستن اکتیویت میشه، یه کامبینیشنی واقعا از همشه. چون که مثلا شما اگر یه اتفاق تروماتیک توی زندگیتون افتاده باشه وقتی که بچه بودین و یه نفر مثلا با از عصبانیت برای شما تریگره، مثلا پدرتون عصبانی میشده یا معلم یا هر کسی، این یه انفورمیشنی اطلاعاتی توی مغز شما جایگزین میشه و کنسالیدیت میشه، یعنی جزی از وجود پرسونای شما میشه. دقیقا جزء سو قسمتی توی برین هست که بهش میگیم هیپوکمپس. بله؟ هیپوکمپس قسمتی هست که این مموریا رو کنسالیدیت میکنه، استور میکنه. تمام مموریایی که ما از بچگی داشتیم توی این قسمت مغز ما کنسالیدیت شده و یه کانسپتی ازش درست میکنه. و یه کانسپتی توی تراما اتفاقی که میفته، خب ما مموریامون اکسپلیسیت و ایمپلیسیت هست. درسته. یعنی مموریایی که تراماتیک هستن معمولا مموریایی هستن که ایمپلیسیت هستن و خیلی خوب با برین پروسس اینا رو نکرده. و اونجوری مثالی که من میتونم بزنم اینه که شما فرض کنید یه کابینتی دارین که شما مثلا همینطوری لباسا رو گذاشتین توش، در این کابینت بسته نمیشه و هیچ چیز هم نمیتونین توش پیدا بکنین. اون مموری هست که میشه تروماتیک توی مغز ما و این باعث میشه که اون ریسپاند شما داشته باشین، بشه تریگر شما، چون میرین تو اون فایل مغزتون و این انفورمیشن اونجا هست که انگر، عصبانیت یعنی بد، یعنی یه چیزی که خطرناکه. وقتی که اون فایل اونجا هست که عصبانیت مساویه با خطر، کاری که شما میکنین میرین این قسمت مغز، قسمت پایینی مغز که ریاکشن بهش نشون میدین، عکس العمل نشون میدین. و در حالی که میدونیم که این عکس العمل شما رو به جایی نمیرسونه، خیلی آنکانشس و واقعا آنکانشس، یا به خاطر فورس هایی که فیر ایجاد میکنه این ریاکشن به وجود میاد. چون بعضی موقع ها من یه کاری رو میکنم بعد خجالت میکشم، the sense of shame میاد. so sense of shame موقعیه که من در حقیقت یه چیزی از این مغز فوقانی خودم در من تأثیر داره، بنابراین کانکشن رو برای یه زمانی از دست میدم. درست میفهمم؟ حالا شما چه چیزایی گفتی من یاد گرفتم. برین، مایند، سول، اسپیرت، اینا فقط ورچواله یا واقعا وجود داره؟ آیا واقعا ما یه نفر رو که نگاه میکنیم این در حقیقت یکیه یا چهار تاست یا سه تاست؟ این میدونین که علاوه از زمان افلاطون این بحثا بود. البته من کاش یه جواب درست داشتیم هممون براش، ولی خوبی علت اینم که نداریم. واسه اینه که خیلیش تئوریه. بله. برای معماهایی که حل نکردیم تا الان. درسته. It's a beauty. زیبایی انسان و انسان بودن به نظر من همین سوال هست که این تئوریه. ولی اگه یک نفر بیاد بگه که ما شنیدیم اگه روحت رو، اسپریتت رو پاک کنی، در فکرت هم تأثیر میذاره، بعد فکرت هم رو مغزت تأثیر میذاره و بعد اعمال عوض میشه، بعد اینها معتقد به دعا میشن. این دعا، مدیتیشن، رفلکشن، واقعا دعا چجوری کار میکنه با این اسپکترومی که شما درست کردید؟ دعا یا همون مدیتیشن، من بیشتر روی مدیتیشن فوکس میکنم. کاری که مدیتیشن میکنه، من در سال 2015 ریسرچ اسیستنت یه
استادی بودم در UCLA که Institute of Mindfulness at UCLA، یکی از پروفسورهای خیلی معروف اونجا بودم و من ریسرچ اسیستنتش بودم در UCLA. من آشنایی دارم با اون دکتر. چی؟ باور میکنی یادم نیست اسمشون، خیلی سال پیشه. اتفاق جالبی که با این پروفسور ما میافتاد، همیشه من خب کمکشون میکردم که بعضی مثلا پرزنتیشن ها رو توگیدر بکنن یا مثلا وسائل براشون یه اتفاقی جالبی که برایشون میافتاد همیشه، خیلی اینقدر ایشون مدیتیت میکرد، یعنی ساعت 4 صبح بلند میشد شروع میکرد به مدیتیت کردن، 2 ساعت 3 ساعت ایشون در روز مدیتیت میکرد و این مدیتیت کردن به این حد اینقدر ایشون رو توی present moment گذاشته بود که همیشه چیزاشو فراموش میکرد، یعنی اینقدر فوکس بود روی اون present moment که همیشه همه چیزو فراموش میکرد. میشه ما به فارسی اگه بخوایم بگیم حتما یعنی در حقیقت تمرکز در حال میکرد. بله. که دیگه این روابط ضروریه که بین حال و اطراف اونه رو فراموش نمی کرد، ولی شاید مایندفول نبود. مایندفول نبود راجبش. درسته. که من همیشه با خودم بهشم میگفتم دکتر مثلا شما که اینقدر چیز هستی، اینقدر مدیتیت میکنی، چجوری میشه اینا رو مثلا پروژکتر رو یه دفعه یادش میرفت که ببره به. خب ما بعد میدویدیم میبردیم براش و میگفتش که اینجور چیزا برای من خیلی مهم نیست، اگه من مثلا پروژکترم نبردم توی پرزنتیشن، خب I'll come up with something else. یه کار دیگه میکنم. به هر حال we make it happen. که برای من خیلی جالب بود که فکر کنم این سوالی که شما پرسیدین تو در همین رابطه است که وقتی ما مدیتیت میکنیم، وقتی پری میکنیم، کاری که اتفاقی که در برین میفته باعث میشه که این قسمت از برین که همون پری فرانتال کورتکس هست یه حالتی بشه که بتونیم نمیدونم به فارسی میشه رامش کنیم، یعنی آرامش کنیم و همچنین تناسب بدیم، سنترش کنیم. دقیقاً. درست فهمیدم؟ دقیقاً. مثل یه داگی که شما بهش یه لیش میذارین، وقتی مدیتیت میکنین این قسمت برین رو دارین کام میکنین که بتونه با بقیه قسمت‌های مغزتون صحبت بکنه. و این یکی از چیزایی که من همیشه به مریضایی که ADD دارن یا دیپرشن دارن مدیتیشن بسیار بسیار راه درستیه برای کام کردن اون قسمت از برین. نمیدونم سوالتون جواب دادم یا شما من شاید نفهمم جواب شما رو، ولی آیا میشه گفت بنابراین دعا میخواد از شما رو از وضعیتی که شما رو دیپرس میکنه یا انرژی تو میگیره یا به طور کلی محدودت میکنه، you feel you are helpless hopeless این دعا میخواد از این حالت خارجت کنه که تو بتونی چیزا رو خیلی هماهنگتر ببینی. درسته؟ دقیقاً. این قوه‌ای که در شما به وجود میاد که این کار رو بکنی خاصیت برینه، خاصیت مایده یا خاصیت یه چیزیه که ورای این هاست که ما نمیتونیم توضیح بدیم کدوم میشه؟ به نظر من چون من باز از اون قسمت ساینتیفیک میام، it's combination دوتاییشه واقعا که اون مایند و برین با هم دیگه این پروسه رو این اطلاعات رو دارن با هم دیگه پروسس میکنن. نمیشه بگی فقط مایند یا برین، it's a combination. من 100% با شما موافقم، بلخص بعد از اینکه قضیه سینرژی اومد. بله. یا به قول رفیق شما یونگ سینکرونیسیتی به وجود اومد. بله. که اگرچه جدا هم ولی با هم هماهنگن، ماتر ان انرژی. بله. 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 یعنی اگر بگیم یکیش یه نیروه، یکیش هم منفستیشن کانسنتریتد اون نیروه. بله. چون این چیزی بود که کسانی مثل دکارت، کسانی مثل کانت، اینها می اومدن و یونگ خیلی تحصیل گرفت که آیا ما واقعا
یه دونه بادی داریم، mm-hmm. یه دونه مایند داریم، یه دونه سول داریم، yeah. یا همه اینا در حقیقت یک حقیقتن، mm-hmm. mm-hmm. they are one substance, yeah. but they manifest different. مظهرشون، yeah. mm-hmm. mm-hmm. ظهورشون در مراحل مختلفه ایجاد میشه و شاید اون موقع شخصیت‌های مختلفه ایجاد میشه. درست من میفهمم؟ و فکر کنم همون کانسپت کلکتیو آنکانشس که یونگ میگه که ما همه از یک کلکتیو آنکانشس هستیم و قسمت‌های مختلف این کلکتیو آنکانشس فانکشن‌های مختلف داره و به جورهای مختلف منفست میشه، که فکر کنم گری زوکاف هم یه جورایی همون صحبت هم میکنه. یه کتاب دیگه است Global Brain. مهم. شما با این آشنایی دارین؟ من اینو نخوندم نه، ولی حتما میخوام بخونم. این پیتر راسل، بله بله، در حقیقت داره به من و شما میگه که نه تنها ما برین داریم، بله، تمام عالم وجود یه برینه. دقیقا اینه که بهش میگه گلوبال برین. yes. yes. yeah. و هرچی بیشتر این رو میفهمی بیشتر میتونی سنتر بشی. بله. حالا سوالی که من میخوام از شما بکنم اینه، آیا همونطور که رابطه من با خودم میتونه تأثیر بذاره در این که مایندم، عقلم و فکرم و روحم و جسمم چگونه با هم دیگه کار میکنه؟ آیا اگه گلوبال برین درست باشه، ارتباط من و شما هم تأثیر در شخصیتمون نمیذاره؟ البته. و آیا بنابراین تا چه حد شما باید من رو تالریت کنی که اجازه ندی که من شما رو ابیوزت بکنم؟ متوجه عرضم میشین؟ فکر میکنم. حالا سوالتون رو جواب میدم، اگر که میک سنس نمی کنه به هم بگین که دیتیل تر با هم دیگه صحبت بکنیم. دکتر دن سیگل که شما هم باشون آشنا هستین، یکی از مهمترین چیزهایی که راجع به سلامت مغز صحبت میکنه و سلامت توی پرنتینگ راجع به این تربیت پدر مادری صحبت میکنه، کانکشن هست. بله. و ریلیشنشپس. بله. و ریلیشنشپ منظورش نیست که ریلیشنشپ فقط زن و شوهر، منظورش ریلیشنشپ من با شما، من با کسی که گروسریمو بگ میکنه توی مغازه، با یه انسان دیگه، با یک انسان دیگه و با انسانهای دیگه. آفرین. مهمترین قسمت رشد مغز که به اون حالت کامل که تو روانشناسی ما بهش میگیم سلف اکچوالیزیشن، خودشکوفایی، خودشکوفایی بهش میگن به فارسی. به پس یه کلمه جدید من از شما خودشکوفایی. که اون جایی که ما میتونیم به اون خودشکوفایی برسیم، از سلف اکچوالیزیشن برسیم، وقتی که ما ریلیشنشیپ های سالم تو زندگیمون داریم، ریلیشنشیپ هایی که کمک میکنه خودمون بهتر بشیم و بقیه بهتر بشن و امپاتی پرکتیس میکنیم و مورالیتی توی اون داینامیک ریلیشنشیپ ما هستش. سوالتون چیه؟ بله بله. پس یعنی آیا من درست میفهمم که بیشتر ماها فکر میکنیم که ما یه تفردی داریم، جدا هستیم، در حالی که جدایی ما فقط در خودشکوفاییمون هست، ولی این خودشکوفایی هم وابستگی داره به نوع ارتباطاتی که داریم. پس آیا من اگه با شما که بالغ هستی ارتباط داشته باشم، کمک نمیکنه به بلوغ فکری من، مغزی من و روحی من؟ البته. پس البته. پس آیا میشه گفت، این نمیدونم با این تئوری آشنایی دارین، یقینا دارین، که ترانزکشنال، هر کدوم ما یه والدی داریم، یه بچه کوچولو است، بله،
و یک کسی هم که مچور و بالغه. بله. درسته؟ بله. بله. آیا وقتی من این رو، این تئوری رو به اون بحث شما که یه قسمت تحتانی مغز که غرایز فوری عمل کردن، عصبانیت، عجول بودنه، با قسمت بالا که همه چی رو بسنج، همه چی میتونه حل بشه، تو با عصبانیت هیچ چیزی رو حل نمی کنی. بله. آیا میتونیم بگیم که وقتی انسان ها یکیشون بالغه یکیشون هنوز بچه است، اون تحتانیه؟ بله بله. تا این ارتباطات بالغانه نشه تأثیرات منفی در اختلالات ما که به وجود میاد که خودش تأثیرات منفی ایجاد میکنه، و آیا شما صلاح میدونین که ما بگیم برای اینکه اینها را حل بکنید باید بدونید فکر شما در شیپ کردن مغز شما تأثیر داره؟ بله. همونطور که مغز شما وقتی یه اشکالی پیدا بکنه در دیستورت کردن فکر شما هم تأثیر داره. اینو درست میفهمم؟ بله. پس اگه من با یه انسانی هستم که عجوله فعلا ریاکت میکنه، سعی میکنه در گذشته زندگی کنه، سعی میکنه به از طرف دیگه هم انسان خوبیه، از طرف دیگه هم اتنتیکه، آیا راه حلی وجود داره برای من که چگونه با این فرد روبرو بشم بدون این که خودم مثل اون بشم؟ چون اون موقع در مغزم تأثیر میذاره، در فکرم تأثیر میگیره. بله. بعد اصالتم زیر سوال میره. بعد بفرستیمشون تراپی. نه، اینم به تراپی معتقد شاید نباشه، چون سنتر دونی معمولا وقتی که افراد به اونجاها میرسن شما خودتون بالاتر فکر میکنن همه نادونن. اون دیگه داریم راجع به پرسنالیتی دیسوردر صحبت میکنیم. نه اصلا خواهی یه چیزی نگیم پدر ما رو در بیارم، ولی من چون معتقدم نباید رها کرد. تا اونجایی که امکان داره. بله. باید آدم راه حل رو پیدا کنه. بله. شما معتقدین؟ بله دقیقاً. ولی دیگه تا یه حدی باید توی اون داینامیک و توی اون ریلیشنشپ و رابطه بود که خودتون رو ساکریفایز نمی‌کنین، خودتون رو اذیت نمی‌کنه. من مثلا باوری به ساکریفایز کردن ندارم که یه نفر دیگر رو باید فیکس کرد، درست کرد. آدم‌ها باید اون اکاونتبیلیتی رو داشته باشن که خودشون برن و مشکلات رو حل کنن، و اگه کسی نمیدونه واقعا خیلی سخته. حتی کسایی هستن که تراپی میان. بله. و هنوز اعتقادی به تغییر ندارن، میگن من اومدم مامانم عوض شه، من اومدم بچه‌م رو عوض کنم. واقعا یا من قدرم رو کسی نمیدونه. نمیدونه من... دقیقا همه بلیم به همه است. همه اساسا همه منو دوست دارن. همه من سنتر عالمم. ولی من قبول دارم، میخواستم به همینجا برسم که بینندگان ما بدونن که مسئولیت پذیری برای حال. بله. حالا گذشته رو ما نمیتونیم کارش بکنیم. ابسولوت دیگه تموم شده، تموم رفته شده. بله. ولی حال شما سعی میکنی مشکلات گذشته رو حلش بکنی، ولی نذاری که این مشکلات گذشته ازش سوء استفاده بشه که تو حقیر و ذلیلت بکنه. بله. اگریشن ایجاد بشه. آیا بیاریمش توی این بحث سول مایند و برین؟ اینا با هم ارتباطی داره؟ وقتی من ابیوز میشم وربالی، حالا فیزیکلی چی، ولی بعد سعی میکنم بگم ایبی نداره، درستش میکنم،
این به کدوم قسمت میره؟ مایند، برین یا سول؟ من متوجه سوالتون نمیشم که آیا کسی که داره ابیوز میشه یا کسی که داره کسی که ابیوز میشه اول بگیریم و کسی که ابیوز میکنه. اوکی. خب سوالتون رو کسی که ابیوز میشه، یعنی اینکه اینجا راه حل‌های روحانی سول، راه‌های فکری کاگنیتیو، بله. یا شیپای مغز، یعنی جنتیک. بله. من معتقد هستم به نیچر و نرچر، بله. طبیعت و تربیت، و من معتقد هستم مثل شما که میتونه همه این سه تا داینامیک رو عوض کنه. بله. ولی چگونه یک فرد بفهمه منی که ابیوزرم و شما که ابیوز میشی، تا جایی که شما منو میزنی، شما انواع و اقسام دشنام به من میدی، من میدم به شما، شما میگی عیبی نداره، من جبران میکنم، عیبی نداره. این داینامیک کامپلکسی که ما داریم که من اکثر کسانی که من خدمت میکنم بهشون، این رو میبینم، چگونه اینو از این گرداب و منجلاب بیام بیرون؟ چون یه راه حل سادش اینه که من بگم میدونی سهیلا اصلا دوست خوبی نی، به درد من نمیخوره، برم حلو پلو سوسن. سوسنم یه 4-5 سال بعد نمیدونم اسمای دیگه اومده، مهناز، شهناز. چگونه از اون منجلاب در بیام من به عنوان یه آدمی که ابیوزرم و اونی که فکر میکنه خوبه و همه چیز خوبه ولی این ابیوزر رو میگیره؟ چجوری این داینامیک رو بشکنیم؟ خب دوتاشون هم دوست دارن هم دیگران، آیرانی اینه. خب به نظر من عشقی وجود نداره تو همچین داینامیک. حالا دوست داشتن ممکنه باشه، ولی خب اون عشق به دفینیشنی که ما براش داریم، به نظر میتونیم ما بگیم اون عشقی که اینا فکر میکنن دارن، اون عشق همون قسمت تحتانی وابستگی مغزه. بله، وابستگی. درسته، دقیقاً وابستگی. و از اتفاقا گریزوکاف هم راجبش میگه که فیر از ترس داره میاد و عشقی درش وجود نداره، چون که وقتی توی داینامیکی عشق واقعا وجود داره به همون معنای اسپریچوالش، به معنای فلسفیش، فشاری نیست، کنترلی نیست، مجبور کردنی نیست، فورسی نیست، یعنی ابیوزی وجود نداره. تو داینامیک عشق هیچ ابیوزی وجود نداره. و حالا میتونیم، حالا حرف شما سکرفایز، این سکرفایز منم والا عید قربان دیدین این گوسفندا رو، بیچاره. حالا مثلا امام حسین مرده، بله. اونا رو ما کاری نداریم، یه جوانب مذهبی داره، ریتوال داره. ولی این کلمه سکرفایز که ریشش برمیگرده به سکریفایز، یعنی دادن یه چیزی که آف لوئر والیوه، بله. برای یه چیزی که هایر والیوه، درسته؟ یه چیزی که بیارزشه من رها میکنم، دیتچ میشم، منقطع میشم، برای اینکه یه چیزی رو که والاتره. میتونیم ما بگیم که در ارتباطات ما میتونیم سکرفایز کنیم به شرطی که این از خودگذشتگی به نفع ارتقاء فکری، مغزی، روحی دو نفر باشه. بله. میتونیم نبگیم سکرفایز رو اگه اینجوری دفنش میکنیم، بله، برای اگر که یه دو نفر حالا تو رابطه هستن و سکرفایزی وجود داره که دارین به یه گول بزرگتر، به رشد روحی، رشد روحی بهتری میرسین، خب البته. ولی بیشتر مقاس کلمه سکرفایز که من میبینم استفاده میشه از این میاد که من دارم از قسمتی از خودم رو میدم و یکی حل میشه،
یکی با هم دیگه هماهنگ میشن. دقیقاً. درسته. دقیقاً. شما داری در حقیقت میگی مایندت روحت حالا هر اعتقادی داری اگر باعث بشه که برینت ریاکت کنه یعنی اینکه یک جای کار تو اشکال داره. بله. اینو میتونیم بگیم. هر وقت که ریاکشن هست یه جای کار مشکل هست. یه جای مشکله. به جای اینکه بیای اون مشکل رو حل کنی شما اسکلیتش میکنی با انگر. بله. درسته. وقتی انگر و عصبانیت میاد بعدش افسردگی میاد. بعد این سایکل آف وایلنس هانیمون هم جزشه. بله بله. Love you و we love each other و قولای علکی به هم میدیم و بعد دوباره تنها که میشیم چون هنوز روی این تحتانی کار نکردیم. هنوز این ارتباط این دوتا رو پیدا نکردیم دوباره ریزورت میکنیم به اون جنتیک دیسپوزیشن هایی که داریم. اینو چجوری حلش کنیم؟ آیا یه راه حل مدیکالی فقط وجود داره؟ یا هم اسپریتمون رو باید قوی کنیم هم مایندمون رو اکسپند کنیم و همین که مدیکیشن تراپی رو استفاده کنیم؟ همه اینا راه های خوبی هست ولی واقعا به نظر من حال بحثمون اومده توی این قسمت اینه You have to have self-love. بعد خودتون رو با self-compassion. بعد به خودتون رو دوست داشته باشین. کسی که تو همچین داینامیک ابیوزیوی هست خودش رو دوست نداره. و کسی که دوست داشتن برای ابیوزره و ابیوز بودن اونی ویکتومه چون ببین هر کسی خودش ویکتوم میدانه. درسته؟ خب همون ویکتوم بودن باعث میشه که تو اون داینامیک بمونی. آفرین. این سلف لاو خدایا خود لاو ببین چقدر بیچارگی داره که حالا سلف لاو. بله. آیا این سلف لاو وقتی حبیب بگه هیچ کسی مثل من نیست و بله سهیلا تو قدر منو نمیدونی یه زمانی میبینی دوره دیر شده من سنتر عالمم همه دنبال این میگردن که منو شکوفا کنن تو فقط منو تأخیر میکنی این سلف لاو واقعا من اینایی که به شما میگم یه دوباره قسمت تحتانی داره نه این از دقیقا تمام این چیزا که گفتین از فیر میاد از ترس میاد دیگه از ترس این که من باید خودم انقدر بزرگ بکنم انقدر خودم رو تبلیغ بکنم و سلف ادورتایز بکنم که اون کوچیکی خودم رو نبینم آیا پس ما میتونیم این بحثایی که در بین سایکالوجیست ها بوده و حتی ما الان میبینم در این spiritual psychology یا بله. self psychology هست خودبینی علامت کمبینی یعنی منظورتون چیه؟ The more I feel inwardly low utterly I express I display myself to be high I am the center of the world because بله I even بله. have not been centered. Yeah. دقیقاً. میشه اینو گفت. بله البته. چون انسانایی که واقعاً بالانسن چرا باید خودشون با دیگران مقایسه کنن؟ اصلاً همچین چیزی لازم وجود نداره. لازم نیست همچین کاری. چون ما تفاوت شخصیتی داریم ولی برتری و بهتری که نداریم. نه. وقتی که ما میریم توی اون برتری و بدتری که من بهترم تو بدتری که همون سوپرایورتی اینفرایورتی میشه دیگه سلف استیمی وجود نداره سلف اصلا لاوی وجود نداره حالا تو سلف لاو بذاریم کنار لاوی وجود نداره وقتی کمپریسن میاد توی ذهن ما دیگه لاوی وجود نداره فرق. چون اگر که من لاو دارم اگه عشق اکشن من از روی عشقه دیگه من با شما یکی هستم همون unconscious global global brain و اون oneness که ما داریم من با شما یکیم چجوری میتونم که شما پایین تر از من باشی من بالاتر و حتی نسبت به دیگری دقیقا. من یه مردی هستم از همه مردا بله بله شما یه زنی هستی اصلا دنیا بس شما نهیده آیا راه حل بهتر موقعی که این داینامیک ها هست ما هنوز داریم رو سول و مایند و
برای این کار میکنیم، آیا این نیست که دو نفر خودشون رو از پرابلم جدا کنن؟ یعنی مشکل رو بذارن جلوشون، بله، و دوتاشون به جای اینکه با هم بجنگن با مشکل بجنگن. ولی بعضی وقتا چالش اینجاست دکتر یزدی که مشکل کامن مشکل پیدا نمیشه تو این رابطه های این شکلی که شما دارین توضیح میدین. کامن مشکل وجود نداره. اگه ما یه رابطه ابیوزر داریم، یه نفر داره اذیت میکنه، یه نفر اذیت میشه، کامن مشکلی وجود نداره. مشکل اینجاست که اصلا چالش کامن با هم دیگه ندارن. اگه ما ببینیم یا اینوستیگیشنش که ضروریه، بله حتما، چون اگر در ابتدا هم انسان ها اینو بفهمن شاید برینشون اکسپند تر بشه، مایندشون گلوبال تر بشه، کاگنیشنشون لاجیکال تر بشه، بله، اموشناشون استیبل تر بشه. بله بله. نیست اینطور؟ همینطوره دقیقا. و این رسیدن به اینجا باید به خودشون اول فوکس بکنه. کسی که خودشو تو این داینامیک پیدا میکنه باید به خودش فوکس کنه، کارهای مختلف. یکیش اینه که واقعا همون صحبتی که ما اول شروع کردیم، به برینش، به هلت برینش، به سلامت برینش برسه، به سلامت مایندش برسه، به سلامت بدنش برسه، که بتونه به یه جای بهتری برسه، انسان بهتری بشه، که بتونه تصمیمای بهتری بگیره. و این همینجوری از روی فضا اتفاق نمیفته. باید واقعا یه نفر بره و حل کنه موضوع، بدون موضوع کجاست و بره سلوشن پیدا کنه و حل کنه. و مغز به ما این ابیلیتی رو میده، فقط باید شما یه سوالی رو فرمولیت بکنین و سلوشن رو باید دنبالش رفته. پس یا ملالات ساعت چنده؟ ما اصلا محف شدیم، یادمون رفت. من و شما مشکل داریم، البته شما همیشه با ما مشکل داریم، من با شما هیچ وقت مشکل ندارم دکتر یزدی عزیز. ولی ما مثال میزنیم که کسی ناراحت نشه، پناه به خدا میبریم. خدا بالاخره ما را خلقمون کرده، آفریدگاره. توی این داینامیک برین، عقل، مغز، روح، متافیزیک کجا قرار میگیره؟ یا خدا؟ و آیا خود برین، بله، میتونیم بگیم فیزیک، مایند و روح متافیزیکشن؟ میتونه این باشه. ولی این به سوال دوست دارم شما جواب بدید. نه چون این قسمت ریلیجیسش واقعا اکسپرتی من نیست. اولا شما بگید من آدم ریلیجیسی نیستم. این مذهبی ها چه باری چه مسلمان اینا میگن اگه این ریلیجیسه، آره، ما دیگه باید ریلیجیون رو بل کنیم. ولی من اتفاقا معتقدم ما بایستی واقع بین باشیم، بله، و واقع بینی چیزیه که روحانیت و دینه، بله، ریالتی تست، درسته. و خوبیش اینه چون ریالتی یا حقیقت خودش آنونه، بله، حقیقت آنونه، ولی ریالتی خب ولی واقعیت اون چیزی که به عرصه شهود میاد نونه. واسه همینه که علم نمیگه حقیقت چیه، بله، ولی راه وصول به حقیقت رو نزدیکتر و نزدیکتر، بله، میکنه، بله، درسته؟ بله. ما میتونیم بگیم حقیقت در حقیقت اون متافیزیکیه که برین خلق شده که بهش واصل بشه. حتما اینطوریه، حتما. پس آیا من و شما در عرض یک کژوال دیسکاشن سکرتیک اکسچنج به این نتیجه نرسیدیم که در حقیقت متافیزیک و فیزیک همواره با هم کار میکنن؟ بله، absolutely. پس وقتی شما میگی خدا، فقط یه واژه‌ای برای متافیزیک، برای یک انرژی گلوبال، بله،
برای یه موور گلوبال، ولی باید خودت هم بتونی در اون راه قرار بگیری و الا خدا و دعا هیچ کاری وسط نمی کنه اگه قدم اول بر نداری. دقیقاً اون دیگه اون تصمیمیه که شما میگیرید که این قدم اول رو برداری. و آیا شما قبول داری با این توضیحی که شما، چون شما تخصص داری داری، من یه چیزی که در شما دیدم سهیل خانم با پابلیکلی میگم اینا خوابن الان کنار بیچن ولی بالاخره میشنبن، شما خیلی خازهی خصوص زیاده، اینا رو خوب نشن. میفهمی، من آشنایی دارم با کار شما. آیا ما انقدر که وقت صرف کردیم خدا رو بشناسیم، اگر وقت صرف میکردیم خودمون رو بشناسیم، آیا فکر نمیکردیم به خدا هم نزدیکتر میشدیم؟ خب دفنیشنی که من از خدا دارم اون خدای درونیه و به نظر من این your divine self که به انگلیسی میشه divine self، اگه شما بتونین به اون خودشناسی و به اون self awareness برسین، به اون خدای درونی و بیرونی هم خواهین رسید دیگه. این آیا این چیزی نبود؟ ببین من میخوام بگم ما الان به جای رسیدیم که به خدا اینا نمیتونن ایراد به ما بگیرن. چه فیلسوفی سقراط، بله؟ رئیس کل ماها، خود را بشناس. Life not examined is not worth living. Absolutely. درسته؟ Absolutely. زندگی که تجربه نشه ارزش زندگی نداره. و منظورش خودت. شما توی اون زندگی بوده. آفره. آیا وقتی که دین میگه عیسی مسیح، شما خیلی قیافه روحانی و مسیحایی میزنی، Kingdom of God is within you. پس آیا، یا حتی من دیدم اسلام، همه اینا گفتم ما گیج شدیم توی قضایا، روانشناسی و دین حقیقی و علم حقیقی یه جا با هم دیگه پیوند داره. بله. وقتی محمد میگه کسی که خودشو بشناسه خدا رو شناخته، وقتی میگه خدا از رگ تو به تو نزدیکتره، تو چرا انقدر دوری ازش؟ یا بهاءالله میگه مال بهاییت، میفرمان من تو رو غنی خلق کردم، عزیز خلق کردم، چشم تو برگردون به سوی خودت تا خدا رو ببینی در خودت. آیا وقتی ما این هماهنگی خودشناسی رو با جهانشناسی یکی نمی کنیم، اونجا نیست که فکر می کنیم ما سنتر دنیاییم؟ بله حتما اینطوره. آیا این منتال دیسوردرا یه مقدارش به این بیلیفای کاذب نیست که ما بر خودمون تحمیل کردیم؟ بله limiting beliefs. Absolutely. Limiting beliefs. آیا پس این جناب الیس و اینا یادتون هست چه آدم های خوبی بودن که change your mind و ولش کن، حالا change your thought change your life. بله. آیا شما میتونی به اینا بگی که همونطوری که میخوای بری یه چیزی رو بخری، ده بار میری این ورانورش رو چک میکنی، بیلیف سیستمای خودت هم چک کن، مخصوصا اون چیزهایی که در مورد خودت فکر میکنی؟ بله. آیا اینا رو من درست میفهمم؟ شما کاملا درست میگین دکتر ریاضتی. این دلیل رشد انسانی ما اگزامن کردن این فکر است و فکر و بلیف سیستم ما مثل لباس ماست، ولی بعضی ها انقدر به این فکر و به این بلیف ها میچسبن که تغییرشون خیلی سخته، ولی اگزامن کردنشون واقعا مهمه، چون اونجوری هست که به رشد انسانی خواهیم رسید. و آیا فکر نمی کنید، من حالا این به خاطر شغل من و شما نیست، که یکی از بزرگترین نعمت‌هایی که به وجود اومده همین فیلد سایکولوژی؟ بله. البته یه مسئولیت بزرگ اخلاقی به من و شما میده در مقابل مردم، ولی آیا
اگر کسی جرأت این رو داشته باشه که بره کمک بگیره، بله، خودش علامت رشد مغزی، فکری و روحانیش نیست؟ حتما اینطوری هست، چون این کار خیلی کار سختیه که تلفن رو برداری و با یکی صحبت کنی و بگی من کمک میخوام یا خودم رو میخوام بشناسم. واقعا من اینقدر برای آدمایی که این کار میکنن احترام قائل هستم، یعنی پیشنت های خودم وقتی میان توی آفیس اینقدر براشون احترام قائل، چون خیلی کار سختیه دکتر، خیلی کار سختیه که بخوای این قدم رو برداری و بگی من میخوام خودم رو اگزامن بکنم، فکرم رو تغییر بدم، ببینم آیا کارم درسته، فکرم درسته، بلیفم درسته. واقعا کار سختیه، ولی اونجاست که به اون درجه بالاتر انسانی و سلف اکچوالیزیشن واقعا ما میرسیم. یعنی در حقیقت اگه ما چند دقیقه دیگه داریم جناب کارگردان عزیز، 20 دقیقه دیگه، خیلی خوب، 20 بله 5 دقیقه 10 minutes خیلی خوب، 10 دقیقه چی، خیلی خوبه. ببینین این صحبت قشنگی بود. شما اول توضیح دادین که آینه هر چقدر غباراش کمتر باشه این روحه بهتر میتونه اشعاعش به این بخوره. بله بله. آیا میتونیم بگیم اگه بخوایم یه آنالوژی درست کنیم روح ما، سول ما مثل خورشیده، برین ما، جسم ما مثل آینه است، نحوه فکری ما اشعه های خورشیده؟ خیلی آنالوجی خوبیه، من اینو استفاده میکنم حتما. اینو استفاده کنم، ولی این واقعا درسته، خیلی آنالوجی خیلی خوبی بوده. این آنالوجی رو من در آثار افلاطونی میبینم و حتی در آثار ادیان میبینم. یک فیلسوف ایرانی هم، فیلسوف روحانی ایرانی، عبدالبها عباس، این رو خیلی استفاده میکنه. پس اینجا داره میگه به من اگه این آنالوجی رو ما صحیح بگیریم، تئوریه دیگه، بله، همه اینا تئوریه، تئوریه، علت اینم که تئوریه، شما چقدر قشنگ فرمودی این برینه رو چون کانفایند به زمان و مکانه ما میتونیم برداریم آنالایز کنیم. دقیقا. روح شما رو که من نمیتونم این کارو بکنم. بله، بله. ضمیر شما رو من چه میدونم چه خبره. yeah, yeah. درسته، من بعضی وقتا آدم خودش هم نمیدونه خودش هم چه خبره. مثلا این خودشکوفایی، بله، که مردم بعضیشون فکر میکنن خودشکوفایی یعنی من نشون بدم من چقدر دوردونم. بله. هیچ کسی حتی بعضیشون میگن، میگن ما دنبال آدمایی میگردیم که ما رو خودشکوفا کنن. دستایی که نمیدونن هیچ کسی خودشکوفا نمیکنه. شما، بنده، ما همه با زجر به اینجا رسیدیم. بله. ما یه حقیقتیه که من خودم رفتم دنبال روانشناسی برای اینکه می‌خواستم ببینم لایف یعنی چی، خودم من خودم چی هستم تو این زندگی. بله، تو زندگی، بله، به اینجا رسیدیم. بله، چرا، بله، با پسرمون اینطوری رفتار کردیم، چرا با دوستمون اینطوری، بله، رفتار کردیم، چرا با همسرمون. خودشناسی بله. دقیقاً. و یکی از عاملاش این نباشه که خب من چون خیلی خوب بودم این سر ما رو دیدم. yeah. اون طرف اصلا ارزش منو نمیدونست. معمولا هم پارتنر بعدیمون از اولیه بدتره. بدتره. درسته. بله. ما یه چیزی که پس داریم یاد میگیریم، شما همه چیز تو اگزامن کن. من از حرفای شما اینو فهمیدم. همه اعتقادات روحانی تو بررسی کن. روحانی یعنی چی؟ هر چیزی که گلوبال تره اون سالم تره. بله. درست؟ اون وقت من نباید مقایسه کنم، نباید فکر کنم به چیه من شکوفا کنه، من بهتر از سهیلام، سهیلا بهتر از اونه، اون نمیتونه کفش سهیلا را مثلا بندشو ببنده. از این چیزایی که ما میبینیم، این کسایی که تازه هم بلخص از این گروه های شرق اومدن خیلی به این واژه ها معتقدن. ما میخواییم بگیم نه، شما برو برینت رو اسکن کن، هیچ اشکالی نداره. شما نمیخوای به کسی ریپورت بدی چون اینا کانفیدنشال میمونه. بعد طریقه فکری تو ببین،
بعد طریقه روحانی تو ببین، میبینی هر کدومشو که تکل کنی روی اون دوتا تأثیر میذاره. بله حتما. این درسته. It's an integrated system دیگه. بله یکیشو تکل کنی دقیقا به بقیه تأثیر. پس آیا کدومش اول میاد؟ آسون ترینش برینته. آسون ترین برین و اون مغز و اون چیزی که ما در جلوی خودم، واقعا وقتی من پیشنت ها میان تو آفیس اولین کاری که میکنم این که How are you taking caring of your brain؟ چقدر داری از مغزت take care میکنی؟ آسون ترینشه تا اینکه من برم بلیف سیستم رو تغییر بدم، فکر رو تغییر بدم، احساس رو تغییر بدم. این میشه دیدش، میشه کارایی کرد که تغییرش داد. آیا من درست میفهمم شما اصلا صندلیت هم بالاتره؟ من خیلی آیا نفعی که شما داری به من میدی در این دیسکاشن، من اگر روحم خیلی خوب باشه شاینین ریای این خورشیدم بریلیام، بله، ولی اگر مغزم گرفتاری داشته باشی که نمیذاره. نه پس شاید اهمیت حرف شما اینه که من هر چقدر خودم این بادیه رو بشناسم، بله، شاید در روحانیتم هم تأثیر داره. absolutely. چی میگفتم؟ عقل سالم در بدن سالم. درست بله، میگفتم. بله. یا حتی علمای قدیمی ما میگفتم مهمترین علم، علم الابدانه. میگفتن بدن تو درست کنی، سالم کنی، پس اون وقت تغذیهات رو تعیین میکنی. شما خیلی چیزها رو اینجا گفتی. نگفتی؟ بله. یه نتیجه گیری 3 دقیقه‌ای بکن بریم. نتیجه گیری 3 دقیقه‌ای یکی از مهمترین راه‌های رسیدن به خود انسان و تغییر رفتار، تغییر بلیفایی که به نظر من خیلی دوش بنفیت دیدم برای پیشنت‌های خودم، برمیگردیم به همون صحبت اول، تیکر کردن از، حالا من دیسرتیشنم روی سایکوسوماتیک دیسوردر نوشتم دکتر، که این بدن ما و مغز ما خیلی مهمه در سلامتی افکار ما، احساسات ما و تأثیر میذاره روی رفتار ما و رابطه هامون. کارایی که من واقعا به پیشنت هم و دوست دارم به شنوندگان و بینندگان عزیز شما رکامند بکنم این که تغذیه خیلی خوب روی مغز خیلی تأثیر میذاره، الکل خیلی تأثیرات بد میذاره روی مغز، سموکینگ، نیکوتین، این چیزایی هست که خیلی تأثیر میذاره روی این پروسس مغز، خوردن ساپلمنت ها خیلی تأثیر میذاره که این موادی که مغز لازم داره بهش برسه، چون وقتی اکسیژن به مغز نمیرسه، بلاد پرشر، اینجور چیزا خیلی مهم هست توی سلامت مغز، فانکشن به خوبی نمیکنه مغز ما. پس این مهمترین که مغزتون رو بشناسین، بدونین چه جوری کار میکنه و ازش واقعا تیکر بکنین. و تنها عضوی از بدن ما هست که حتی وقتی شما 80 سالتون هم هست میتونه جوانتر از یه آدم 20 ساله باشه. این تنها عضوی در بدن ما هست که ایجینگش دست خودمونه، یعنی سنش و کهولتش دستش خودمونه. آیا میتونیم ما در این 2 دقیقه‌ای که مونده بگیم همین نکاتی رو که شما در مورد مغز گفتین، اگر ما مایندمون رو هم فکرمون هم سعی کنیم سالم باشه، بله، رابطه هامون سالم باشه، در رابطه هایی که عکس العملی ابیوسیو مسئولیت قبول نکردن، در گذشته زندگی کردن، و از همه مهمتر اجازه ندید کسی دست روی شما بلند کنه، بله، به هر دلیلی. دقیقا. و اینها به سادگی حل نمیشه. و چیزی که شما فرمودین که بنده 100% معتقدم، یه لیمیت بذارین در این که چقدر اینا رو تالریت میکنین. بله. چون اینا تا نخوان خودشون رو عوض کنن هیچ چیزی نمیتونه عوضشون کنه. دقیقا. و آیا روحانی بودن
و انسان مودن در این نیست که ما اینا رو بفهمیم و همونطوری که دلمون میخواد با ما رفتار بشه با دیگران رفتار بشه. بله. من در اینجا قبل از هر چیز میخوام از شما تشکر کنم. مرسی دکتر جان. و همچنین وعده و وعید من دادم حتما. که از ماه اپریل یکی از همکاران بنده در این پروژه های جدید خانم دکتر حسینی هستند. ما هدف من آن است که همین مطالب بنیادی و اصولی رو به زبان انگلیسی از طریق این تلویزیون و همچنین از طریق سمینارها در جاهای مختلف به شما بینندگان و شنوندگان تقدیم کنیم. هدف هر دوی ما فقط یک چیز هست و آن است که شما دانشی بیاموزید، بینشی، آگاهی فراهم بکنید و آزاد بشین از این زنجیرهایی که شما رو اسیر میکنه، شما رو حقیر میکنه و از این روابط بیمارگونه با خودتون و دیگران رها بیابید. تا هفته آینده شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.